سلام بکس من فورتین کی و امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب خوب باشه همینطور که از موضوع این ویدیو فهمیدید میخوام در مورد وضعیت فارم توی شادولند صحبت کنم پس حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید خب بچه ها یه سری سوال از من پرسیده بودن توی کامنت ها که در مورد وضعیت فارم شادولند که میخوام خود در مورد اونا صحبت کنم به اونان و به اونا جواب بدم و ببینم که کلا چیکار میتونید بکنید توی شادولند در حال حاضر که اگه میدونید یا نمیدونید قیمت ها خیلی پایینه و در بدترین حالت خوش قرار داره خب اولین سوالی که بچه ها خیلی پرسیدن این بود که آقا من الان توی ریال می که فروش خیلی بالاه ولی خب قیمت ها پایینه چیکار کنم یه سری ها که مثل تو سرور های مثل ریال های مثل کازا که سیلور هستن خب ریال های خیلی شلوغه و هر چقدر متریال بذاری فروش میره ولی متاسفانه قیمت ها رو کف کف یعنی پایین قیمت ممکن و فارم کردن خیلی خب. اگه ببین دو حالت داره اگه شما ریال رو واسه خرید فروش گلد اونجا کازاک انتخاب یا سیلورمون انتخاب کردید چون که گلدتون مستقیم تو بازی میفروشید باید بهتون بگم که بعد برید از همون کسی که گلد بهش میفروشید بپرسید ببینید که چه ریلم های دیگه کار میکنه حداقل یه ریلم با قیمت بالاتر برید فارم کنید نه کازاک و سیلورمون کف کف قیمت و اگه میتونید یعنی اکانتتون اروپا میتونید بالانس بلیزارد بفروشید اگه از طریق بالانس بلیزارد گلدتون رو بفروشید و برید توی سری ریال های دیگه خیلی ریال زیاده برید برید توی سری ریال های میدیوم یا های دیگه تو آلمان یا فرانسه که قیمت های 5 6 برابر سرورای مثل کازاک سیلور سیلورمون دارن و بازدهی فارم شما رو خیلی میاره بالا و از اون ور یه سوال دیگه بچه ها پرسیده بودن که خب اون کسایی که مثلا گلشون رو طریق بالانس بلیزارد میفروشن توی ریال های دیگه پخشن همونطور که گفتم از یه سوال میپرسن اکثرا که میگن خب قیمت اینجا خوبه یعنی مثلا 4 5 برابر کازاک که سیلور مونه که هست ولی فروش کمه یعنی من روزی مثلا 8 ساعت فار میکنم ولی نمیتونم به اندازه اون 8 ساعتی که فار میکنم گلمو بفروشم چیکار کنم خب ببین این منطقیه در کازاکو سیلورمون واسه این قیمتش خیلی پایین چون جمعیتش خیلی زیاده و فروش و خرید خرید و فروش توش خیلی زیاد انجام میشه خب تو ریلم های میدیوم و های دیگه ریلم های آلمان فرانسه قیمت بالاست ولی خرید و فروش پایین واسه این باید چه کار انجام بدیم خب شما میتونید یه کار ساده انجام بدید چند تا کرکتر تو چند تا ریال بسازید و تو هر کدومشون روزی سه ساعت مثلا فارم کنید بیشتر از سه چهار ساعت خب ظرفیت نداره یه ریال میدیوم بلو. سه تا کاراکتر تو سه تا ریال متفاوت بسازی واسه شما که فرق نمیکنه گل تو میخوای بالانس بریزارد کنی تو هر ریال می باشه تبدیلش میکنی به توکن و میفروشی سه تا کاراکتر تو سه تا ریال مثلا بساز که سه تا ریال که قیمتش بالاست ولی مثلا جمعیتش میدیوم یا لو تو هر کدومش روزی دو سه ساعت فارم کن مثلا سرجام کلا 6 7 ساعت 8 ساعت فارم کن گلات تو هر ریال بفروش و اینجوری میتونی بازدهی فروش خودت بری بالا فروش گلت ببری بالا به نظرم الان که ته پچ و قیمت و کف کفه با انجام دادن این کار میشه خوب گل در آورد یه سوال دیگه هم بود که بچه‌ها ازم میپرسیدن چند نفر دوستان ازم پرسیدن این بود که الان آخر پچه پچ که بیاد قیمت ها میره بالا فروش خوب میشه چیکار کنیم مثلا متریال ذخیره کنیم بانک بود تو بانکمون انبار کنیم ساب کنیم پچ بیاد بعد بفروشیم خب باید بهتون بگم که 100 درصد وقتی پچ میاد قیمت ها میره بالا فروشم میره بالا خریدم میره بالا چون که خیلی از پلیر برمیگردن به بازی و خیلی چیزای نیاز میشه تو اکشن و به خرید فروش انجام میشه و قیمت ها هم 100 درصد میره بالا یعنی شما میتونید انبار کنید یه سری از متریالاتونو واسه زمانی که پچ میاد بعد پچ بذارید واسه فروش اما چند تا نکته وجود داره یکی ای اینکه پچ مشخص نیست که بیاد شاید یه ماه دیگه بیاد شاید دو ماه دیگه بیاد و شما تا اون موقع باید صبر کنید یه مسئله دیگه هم که داره اینه که شما وقتی یه عالمه مثلا متریال انبار میکنید مثلا به اندازه یک ماه متریال انبار میکنید از اون ورم واسه فروشش باید حداقل یک ماه وقت بذارید اگه شما یه عالمه متریال زیاد رو درجه بذارید تو اکشن هوس قیمت اکشن هوس میشکنه تا متریال شما فروش بره باز دوباره قیمت برگرده به حالت عادی یعنی شما ضرر میکنید اگه همه متریالی که یک سن توی یه مجمع کردی رو یه جا بخوای بذارید تو اکشن هوس اگه بخوای انبار کنی باید به این توجه کنی که چه جنس رو انبار میکنی و اینکه موقع فروش خود خود باید بفروشی نه انتظار داشته باشی که یه جا فروش بره این کار هم میتونید انجام بدید من مطمئنم که قیمت متریال میره بالا برای مثال همین متریال لایت لستیل که خیلی بچه ها فار میکنن پارچه صورتی برای ساخت لژندری استفاده میشه یعنی آیتم لژندری من آموزش ساخت آیتم لژندری هم گذاشتم این بالا میاد ببخشید این بالا میاد میتونید ببینید این آیتم خام لژندری که از اکشن هوس میخرید در واقع پای اساس ساختش همون لایت لستیل یا همون پارچه صورتیه پچ بعدی که بیاد هر کرکتری میتونه دو تا لژندری به نظر خودش برعکس این پچ کنان کرکتری یه دونه لژندری بیشتر رو خودش میتونه به نظر این درخواست پارچ صورتی دو برابر بر میشه و قیمتش هم 100 درصد میره بالا و همینطور خیلی چیزهای دیگه بازی اضافه میشه که همسر متریال هایی که تو بازی هست ارزشش میره بالا و قیمتش هم میره بالا پس شما میتونید جنساتون رو انبار کنید ولی باید توجه داشته باشید که وقتی پچومت باید خود خود بفروشیدشون و اینکه نظر من اینه اگه خوب فارم نمیکنید ریال میتونو عوض کنید از ریال که قیمت بالاتری دارن استفاده کنید و توجه داشته باشید که هر ریال نسبت به جمعیتش یه ساعت خاصی ظرفیت داره برای فارم کردن شما اگه به توی ریال لو روزی 8 ساعت فارم کنید روزی یه ساعت از اون فارمتون بیشتر فروش نمیره اون 7 ساعت بقیش پرته متوجه این چی میگم پس کلا اینو در نظر داشته باشید گولد رو باید منیج کرد وگرنه تو آخرای پچ قیمت میاد پایین درآمد شما هم خیلی میاد پایین خب بچه اگه این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که حتما حتما ویدیو رو لایک کنید هر سوال دیگه هم بود تو کامنت ها ازم بپرسید مثل همیشه به همه سوال جواب میدم چنل من هم که دیگه بکنم تا الان سابسکرایب کردید اگه نکردید حتما چنل من سابسکرایب کنید خدا حافظ بچه